توی این ویدیو قرار راه‌های پس‌انداز کردن رو با هم مرور بکنیم. شاید بعضی از این راه‌ها اونقدر عجیب باشه که باور نکنید. این راه‌ها کارسازن. شماره 1. فهرست بندی و بودجه بندی کنید. همونطور که کارهای روزانه‌تون باید طبق برنامه‌ریزی انجام بشه، برای دخل و خرجتون هم باید برنامه‌ریزی کنید. میتونید شما جدولی بکشید و جلوی هر آیتم هزینه های معینش رو بنویسید. مثلا هزینه اجاره خونه اگه مستأجرین، هزینه خودرو و بنزین، هزینه های درمانی و چکاپ ماهیانه، هزینه درس و مدرسه فرزندتون، هزینه هایی که برای لباس، خوراک و تفریح اختصاص میدین و بقیه موارد. از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید. به جای هزینه‌های سنگین کرایه روزانه، میتونین از وسایل نقلیه عمومی مثل مترو و بی‌آرتی استفاده کنید. مگر اینکه درآمدتون اونقدر بالا باشه که تاکسی‌های آنلاین یا کرایه آژانس براتون ناچیزه. از محصولات تخفیف‌دار استفاده کنید. یکی دیگه از روش‌های پس‌انداز پول استفاده از محصولات تخفیف‌داره. ممکنه این تخفیف شامل خوراک، پوشاک، تفریح، سفر، کتاب و یا حتی محصولات فرهنگی دیگه باشه. میتونید توی خبرنامه سایت‌های ارائه دهنده خدمات تخفیف‌دار مثل تخفیفان و نتبرگ و بقیه سایت‌ها عضو بشید و از آخرین رویدادها مطلع بشید. برای کاهش هزینه‌های درمانی به بیمارستان‌های طرف قراردادتون مراجعه کنید. بیمارستانایی هستن که طرف قرارداد با بیمه های تکمیلی و یا بیمه های رایگان مثل بیمه نیروهای مسلح هن. قبل مراجعه به بیمارستان حتما نوع بیمه طرف قرارداد رو چک بکنید. اگر نوع بیمه خدمات درمانی شما مشمول تخفیف و یا رایگان هست، حتما استفاده کنید. این حق شماست. راه پنجم، برای پیرایش ماهیانه به آموزشگاه‌های آرایشگری سر بزنید. چرا آموزشگاه‌های آرایشگری؟ چون داشتن مدل رایگان برای هنرجوها الزامیه. هنرجوها برای تمرین آرایشگری از افراد می‌خوان تا مدلشون بشن و بدون دریافت پول موی اونا رو اصلاح می‌کنن. شماره 6، از تورهای تخفیف‌دار یا لحظه آخری استفاده کنید. اگر زیاد اهل گردش و تفریح هستین و نگران هزینه‌های سفرید، میتونین از تورهای تخفیف‌دار و لحظه آخری بهره‌مند بشید. بعدیش اینه که همیشه باید یه چمدون پر توی خونه داشته باشین و منتظر زنگ آژانس هواپیمایی باشید تا به سرعت به سمت فرودگاه حرکت کنید. مبلغی از حسابتون رو بردارین و در کیف پول خود بگذارید و هرگز به اون دست نزنید. یکی از بهترین و قدیمی‌ترین روش‌های کنترل هزینه ماهیانه اینه که مبلغ معینی رو سر ماه از حسابتون بردارین و در جیبتون بذارید. با این روش دیگه حواستون به سمت کارتتون نمیره تا وسوسه بشید. هزینه‌های روزانه مثل کرایه، خورد و خوراک جزئی و یا هزینه‌های شارژ اینترنت و گوشی رو توی کیفتون بذارید. 8. اجناس ارزون قیمت در بلند مدت نخرید. حتما این جمله معروف رو شنیدین که انقدر پولدار نیستیم که جنس ارزون بخریم. یعنی این که اگر شما یک بار جنس گرون قیمت خریداری کنی، به دلیل کیفیت محصول و با دوام‌تر بودنش، این جنس دیرتر کهنه یا خراب میشه و شما مجبور نیستین سالی چند بار اون جنس رو بخرید. 9. به جای خرید محصولات فرهنگی، اونا رو اجاره کنید یا به امانت بگیرید. بهترین مثال عضو شدن توی کتابخونه‌های شهرتونه که به جای خرید کتاب یا محصولات فرهنگی میتونید از اجاره کردن یا امانت گرفتن اونا استفاده کنید. 10. به دنبال آموزش و یادگیری باشید. بدون هیچ اطلاعی وارد سرمایه گذاری نشید. حتما کتاب‌های با موضوع بازاریابی، فروش، تبلیغات، مذاکره، مدیریت مالی و پسنداز رو بخونید تا هرچه بیشتر مطالعه کنید و این مطالعه بیشتر باعث میشه که بیشتر رشد کنید و با درک و آگاهی بیشتر قدم برداری. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید.